بیروت زیبا اکنون زیر بمباردمان شدید این جنایتکاران است و بالاتر از اینکه شهری می شکند، سقفی می ریزد و مادری در عزای فرزند می نشیند یا فرزندی در عزای مادر می نشیند، بالاتر از همه این غمها غم بر شکستگی اخلاقی است که انسانیت دچار آن شده است. ما به جایی رسیده ایم که از انسان بودنمون شرم می کنیم، برای اینکه در میان ما انسان ها انسان نماهای پیدا شدند که با هیچ استانداردی و هیچ قاعده ای نمی توان آنها رو در زمره آدمیان دانست. در یکی از اشعاری که کسی به طنز سروده بود آورده بود که میان دو خر بهر جو جنگ شد، لگد زد یکی دیگری لنگ شد، بنالید از درد و گفتا همی که حتی تو خر نیستی آدمی، نشاید که خر خوانمت زان که خر نیازاردم باز خود چون بشر. حقیقتا اون حیوان حق داشت که بگوید مرا انسان نخوانید، مرا آدم نخوانید، ما خران ما گرگان به جان هم نمیفتیم و یکدیگر رو نمیدریم، این فقط آدمیانند که چنین میکنند و مایه تأسف است. عموم آدمیانی که دست به این جنایت ها و تباهکاری ها میزنند خوب 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 حقوق بشر رو میدانند، از حفظن چند دفعه امتحان دادند، اخلاقیات رو در حدود لازم و کافی میدانند، ولی اونچه که نیست اون عبارت است از متعلق به این اخلاق شدن و او راهی ندارد جز اینکه آدمی یک از خدا بترسد، دوم که از مرگ بترسد و سوم اینکه در اثر پرهیز از پاره کارهای ناروا وجدان او صیقلی شود و لطیف و حساس شود به طوری که نتواند دست به پاره از جنایتها و گناهان بزرگ و کوچک بزند. من آفرین گفتم وقتی که یکی دو نفر از کارمندان وزارت کشور و وزارت دفاع آمریکا در همون اوائل جنگ اسرائیل و غزه و حمله اسرائیلیان به غزه استعفا کردند، نمی توانستن آن همه نامردمی و تزویر و ریا رو تحمل کنند و ببینند که پشت سر چه می گذرد و رو به رو چه می گذرد و چگونه پنهانکاری می کنند و چگونه دست های جنایتکار رو در دستکش ها پنهان کردند و ادعای نوازش می کنند. خب اینجا و اونجا وجدان های بیدار پیدا می شود، یا اون کسی که خود رو به آتش سوخت و همه رسانه ها بر او سرپوش نهادند و نگذاشتند که ذکر او منتشر شود، چون اونگاه ممکن بود موجب بیدار شدن پاره وجدان های دیگر شود. اکنون هم می بینیم که گرگان غار بیمهار می تازند و بیروت رو صحنه عملیات تباهکارانه خود ساختند و صدا از احدی بیرون نمی آید و رئیس آن جنایتکاران رسما به سازمان ملل می رود و در آنجا شاخ شونه برای ملت های مظلوم می کشد و با کمال ننگ و شرماوری چنان سخن می گوید که گویی بر قله اخلاق و ادب و ارزش ها نشسته است. این مصیبت روزگار ماست. این انسانی که در این روزگار زیست می کند نمی دانم پس از جنگ غزه و تهاجم به غزه چگونه میتواند بخندد، چگونه میتواند شوخی بکند. کسانی که خودشون روزگاری قربانیان هولوکاست بودند اکنون هولوکاست دیگری آفریدند، کسانی که روزی خودشون گرفتار و قربانیان آپارتاید بودند رژیم آپارتاید دیگری آفریدند و این روندی است که همچنان ادامه دارد. آدمی گاهی فکر می کند که وعده ای که ادیان دادند که منجیانی باید ظهور کنند، صاحب الزمان یا مسیح یا هر کس، برای اینکه گویا پیامبران می دانستند که آدمیان را اگر به خود وا بگذارند و به عقلشون تکنولوژی می آفرینند، تکنولوژی که آدمی رو 100 هزار میلیون بار درنده تر می کند از حیوانات وحشی و این تکنولوژی است که اکنون به دست این وحشیان افتاده است و اونها رو به اینجا رسانده است که گرگان و ببرها هم از اونها شرمنده اند. شاید واقعا اصلاح جهان به یک مصلح الهی نیاز داشته باشد. شاید از اجتماع عقول و ازدهام نفوس کاری بر نیاید. میبینیم که بالاترین کاری که کردن پدید آوردن سازمان ملل بود پس از جنگ جهانی دوم، برای اینکه حقوق بشر رو تثبیت کنند، برای اینکه چنین تجاوزها و تعدیهایی صورت نگیرد، برای اینکه هیچ کشوری زمین کشور و مردم دیگر رو نخورد و غصب نکند
نه اینکه بنشیند و بلکه سال به سال گسترش بدهد و پاره های دیگر را به خود ملحق کند و در مقابل قطعنامه های شورای امنیت هم بی اعتنا بماند، پشت کند و بلکه آنها را تحقیر و تمسخر کند. داستان بسیار غمانگیزی است، قصه پرغصه است. امیدوارم در طول عمر ما یک خاتمه نیکو و مبارکی داشته باشد، به نفع مظلومان و با بستن دست و دهان ظالمان. الهی آمین.